دست و پای عزاداران امام حسین. تشریف بیارید هر مقدار که براتون امکان داره جلوتر. شام غریبان سید الشهدا علیه السلام. احسنت. خدا انشاءالله همه عزاداران امام حسین رو به سلامت بدارد و انشاءالله بلا و شر رو بدی رو ازشون دور بگرداند. صلوات دیگری نیت کنید. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و السند الممجد المحمود الاحمد ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وآله وسلم الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين سيما الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا وسيدنا مهجة قلوبنا الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعداء شدم هر طرف شوق تماشای دوست می کشدم طرف شوق تماشای دوست وه که چسان گشته ام واله هوشه گلم رغبتی نی به چمن میل دل
بعد از من نهان صورت زیبا دوست صورت زیبا دوست یا صاحب زمان یا صاحب یا صاحب الزمان رشده ای برگردمم افکند دو بزر فاطمه اگه تو نخوای اگه تو ننوشته باشی برام کجا میتونم بیام تو مجلس جده تو منو میاری آقا رشده ای بر گردنم کند دوست می کشد هر جا که خاطر خواه اوز یه بار دیگه جام غریبان جدش ابی عبدالله بهش بگو آقا ما اومدیم دل تزلات بدیم اومدیم شانه هاتو بگیریم به ذر وادم یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضم و جئنا فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين خداوند متعال در تمام آنات و لحظات همگی ما رو در زیر سایه توجهات و عنایات امام زمانمون قرار دهد به قصد سلامتی آن حضرت و به قصد تعجیل در امر فرج و ظهورشون صلواتی محمدی عنایت کنه. اللهم صل من امروز خیلی لذت بردم از تجمعی که دوستان امام حسین شما خوبان و بقیه دوستان ابی عبدالله در این کشور در این شهر توی مرکز شهر داشتید و کسی پیش خودش نگه آقا این تجمع ما چه اثری داره. اولا که اگر هیچ اثری در بین مردمی که در این شهر زندگی میکنن
نداشته باشه که اصلا همچین چیزی نیست، گیرم که هیچ اثری نداشته باشه، همین که شما با این تجمعتون نام ابی عبدالله را در این گوشه از عالم در مقابل همه مردم علناً بردید و پرچم سید الشهدا رو بلند کردید، این خودش در نزد حضرت ولی عهد یکی از بهترین کارهاست و شک نداشته باشد هر کس حاضر بود خوشا به حالش که قلب امام زمان از این حضور او اونجا خیلی راضیه. خب ما یه برنامه های درونی داریم بین خودمون، مثل این جلسات، اون برنامه هایی که بیرون از جلسات خودمون و در ملأ عام داره انجام میشه، اونها آثار خودش رو دارد، ممکنه ماها متوجه نشیم، برای ما محسوس نباشه، ولی اثر خودش رو داره. لذا من بر خودم لازم دونستم که از تک تک شما عزیزانی که شرکت کردی و از برگزار کنندگان و تشکیل دهندگان این اجتماع، علل خصوص مرکز اسلامی آقا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام که با مدیریت مخدوم مکرم خودم و جای حکیم الهی هست، لازم دونستم به عنوان یه بچه سید، بچه امام حسین، از همه تشکر کنم، از همه شما، از این عزیز و تیم همراهشون که این جلسه رو برپا کردن. خدا انشاءالله جزای خیر دیده اید، عوض خیر دیده اید، انشاءالله هزاران هزار برابر اون چه که تا کنون از سید الشهدا دریافت کرده اید و پدر و مادر امام حسین، انشاءالله به شما در دنیا و آخرت عطا بفرماید و انشاءالله همه شما خوبان و همه کسانی که برای امام حسین قدم بر می دارن، قلم می زنن، دست به جیب می شن، خرج می کنن، دست به سینه می زنن، هر گونه خدمتی برای اعتلای کلمه سید الشهدا دارن، انشاءالله در پناه خاص حضرت ولی عصر باشن، یه صلوات بفرست. بحث و عرضی که ما شبهای پیش داشتیم، در ادامه همون بحث رسیدیم به این قسمت از زیارت سید الشهدا علیه السلام که حضرت فرمودن، امام صادق به ما یاد دادن در زیارت جدن بگو بکم یدرک الله ترت کل مؤمنین یطلب بها، شبیهش رو هم توی زیارت عاشورا ما داریم که و ان یرزقنی طلب ثارکم مع امام منصور، یه جا بعد دو مرتبه تکرار میشه مع امام مهدی. ثار و وتر یا تره هم که در همین زیارت هست از ماده همون وتر است، وتر و تره، وتر و تره، وعد و عده، وصل و سله، اینا همه اینجوری مصدرهاش بیان میشه، هر دو جورش هست، وعد، عده، وصل، سله، وتر، تره. به برکت شما و به شما خانواده خداوند متعال انتقام می کشد، این خونخواهی کردنه، خونخواهی کردن وتر است، خونخواهی کردن طلب ثار، ثار یعنی خونخواهی کردن، تره هم با او هم معناست، وتر الموتور هم که میگیم منظور همینه. امام حسین کسی است که خون او را خدا مطالبه میکنه، خونخواه اوست.
وقتی تو باب وتر میاد یک انتقام گرفتنم بهش زمیمه میشه، اضافه بر خونخواهی که خودش یعنی انتقام، اینجا انتقام عملی گرفتن هم بهش اضافه میشه. به شما خانواده خدای متعال انتقام میکشد از خون هر مؤمنی که خون او به ظلم ریخته شده باشه، یا ممکن است خونش ریخته نشده، حقش ضایع شده. هر حقی که ضایع شده را خدا به شما خانواده به اون صاحب حق برمیگردونه. باز توی این جمله مقصود وجود مقدس حضرت ولی است، ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف هستند که امام زمان وقتی ظهور میفرمایند از خونخواهی جدشون شروع میکنند و بعد از اون تمام حقوقی که از تمام مؤمنین ضایع شده رو مطالبه میکنند و به اونها یا به نسلشون که در اون زمان هستن برمیگردانن. چقدر ظلم ها در تاریخ شده، تمام اونها را امام عصر ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف حقهایی که ضایع شده رو میگیرن و به صاحبان اون حقوق و اون حقها برمیگردونن، هر گونه حقی. لذا تو زیارت تو دعای ندوه میگیم عین طالب به دم المقتول به کربلا. کجاست اون آقایی که خون آقایی که در کربلا مظلومانه کشته شد را مطالبه میکنه. مطالبه میکنه یعنی انتقام میکشد از دشمنانش. بعضی میگن آقا امام زمان که فاصله زمانیشون با وجود با زمان شهادت رسیدن سیدالشهدا خیلی زیاده، چجوری حضرت مطالبه میکنن، چجوری خونخواهی میکنن؟ خونخواهی امام زمان از کسانی است که مدعیان دفاع از حقوق مردمند ولی خود اونها راضی هستند به اون چه که بر سیدالشهدا وارد شد و اون ظلمی که به امام حسین علیه السلام شد رو اونها ازش بیزاری نمی جویند، چون که خود پیغمبر جدشون فرموده ان العامل بالظلم والمعین له والراضی به شرکا اون ثلاثه. کسی که ظلم می کند، کسی که در ظلم و ستم کردن کمک میکنه و کسی که راضی به این ستم و این ظلم، هر سه با هم شریکن در اون ظلم. ممکنه اون کسی که راضیه و اظهار بیزاری نمیجوید سالها بعد تازه به دنیا بیاد، اما تو توی اون ظلم با اون کسی که اون ظلم رو کرده چیه؟ شریک هست. اگر تو اظهار براءت و بیزاری نکنی، الان در دنیا داره چقدر به خیلی از دوستان اهل بیت ستم می شود، به خیلی از ضعیفان و مظلومان داره ظلم میشه. اگر من راضی باشم به این ظلمی که به مظلومان داره میشه، منم با اونا شریک، با ظالمین شریک هستم. اون کسانی که دارن در گوشه و کنار جهان مظلومین رو زیر چکمه های خودشون، زیر دستان خودشون با بدترین وضعیت آزار و شکنجه میدن، اینا تماما اگر ما ازشون بیزاری نجوییم با اونها چیه؟ شریک خواهیم بود. لذا یکی از فروع دین ما تبریه. همونطور که ما تولی را داریم، تبری را هم داریم. تبری یعنی چی؟ یعنی آقا یکی از واجبات دین من اینه که بیزاری نشون بدهم از کسی که دشمنی کرده است با خدا، از کسی که ظلم و ستم کرده به اولیای خدا، از کسی که ظلم و ستم و آزار رسونده
به مؤمنین و کسانی که به خدا ایمان دارن، اینا تماما جز واجبات دین ماست. اگه کسی بگه آقا حالا ما قسمت تبری رو ما کاری باش نداریم، این ایمانش ناقصه. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام و گفت یبن رسول الله ان فلانن یوالیکم، فلان شخص شما رو دوست داره، الا انه یضعف عن البراءه من اعدائكم، نسبت به این که از دشمنان شما بیزاری بجوید ضعف داره، ضعیفه. حضرت فرمودن هیهات، دور است. کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرع من عدونا، دروغ میگه. هر کی میگه ما من اهل بیت را دوست دارم ولی نسبت به دشمنان ما و اون ظلمی که به ما شده است، از ظالمین و از اون ظلمی که به ما شده بیزاری نمیجویه. لذا خود و وجود مقدس امام صادق علیه السلام اولین تعقیب بعد نمازشون در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الصلاة ابواب تعقیب، اولین باب، اولین حدیث، مرحوم شیخ الرعاملی این حدیث رو آوردن. سه نفر از اصحاب امام صادق میگن وارد شدیم به امام صادق، حضرت نماز واجب میخوندن، نمازشون تمام شد، دیدیم حضرت دارن بعد از نمازشون به چهار مرد ظالم و ستمگر نسبت به پیغمبر و خاندانشون و چهار زن ظالم و ستمگر دارن نفرین میفرستن و حضرت اسم اونها رو هم میگفتن. میگه ما عرض کردیم یبن رسول الله شما این کار رو میکنید، ما باید به انجام بدیم. حضرت فرمودن بله، لازم است بر تمام دوستان ما که از دشمنان ما بیزاری بجوین و این بیزاریشون رو حداقل به خدای خودشون اعلام بکنن، این کمترینش. لااقل تو خانواده خودشون، اهل بیت خودشون، کسانی که با اونها در تماسن، این بیزاری اونها رو ببینن. من اگر بچه‌ام دید من به یک کسی مهرورزی میکنم و نسبت به بعضی دشمنی دارم، نسبت به اونها دشمنی پیدا میکنه. اگر من تو خونم گفتم من یا حسین را میگویم ولی لعنت بر یزید را نمیگویم و نگویم، من ایمانم ناقصه. وقتی گفتی بچتم از تو میآموزه. این مهر و محبت ها و اون دشمنی ها، دشمنی ها و مهر و محبت های مقدس است. به حضرت گفت آقا در دین اسلام محبت و دشمنی هست؟ حضرت فرمودن هل دین الا الحب والبغض، اصلا بگو ببینم آیا دین جز ابراز محبت به اون کسی که باید بهش ابراز محبت بکنی که خدا و اولیاء خدا باشن، و ابراز دشمنی نسبت به اونی که باید باهاش دشمن باشی که دشمن خدا و دشمن اولیاء خدا باشن، اصلا غیر اینم هست؟ بله. یه وقت یه جایی هستی، با گروهی هستی که اونها نسبت به یک شخص، نسبت به یک جریان حساسیت ویژه دارن، لازم نیست بین اونها فریاد بزنی و بیزاری تو اعلام بکنی. اما تو محیط خودت، تو محیط خانواده‌ات، بچه من کی باید بفهمه که از چه کسانی باید بدش بیاد و با چه کسانی باید دوست باشه؟ کی بده؟ کی خوبه؟ اینا رو ما باید براشون بگیم. لذا فرمودن وقتی آب میخوری بگو سلام الله علی الحسین لعنت الله علی یزید. ما سلام بر حسینشون میگیم، بعضیا مقیدن لعنت بر یزیدش هم میگن، بعضیا یادشون میره ای یا حسین میگه. حضرت فرمودن بگو سلام خدا بر سید الشهدا، اصلا این دستور امام حسینه. مثل امشبی، مثل امروزی تو روایت داریم، یا حضرت سکینه یا آقا زین العابدین علیه السلام وقتی اومدن کنار بدن بدون سر سید الشهدا،
صدایی شنیدن از این بدن مقدس به اعجاز الهی برمیخیزد و این گونه میگوید بلغ شیعتی من السلام و قل لهم، به شیعیان من دوستان من سلام مرا برسان و به اونها بگو شیعتی مهما شربتم عذب ماء فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی. ای شیعیان من، ای دوستان من سلام مرا، ای پسرم، ای دخترم، به شیعیان و دوستانم برسان و به اونها بگو که ای شیعیان من، هرگاه آب سرد و گوارا نوشیدید یاد از لب تشنه من بکنی و یاد از لب تشنه سید الشهدا نفرین به دشمنانشون رو میطلبه. اگر اسم غریبی شنیدی، شهیدی شنیدی، به یاد غربت من، شهادت من گریه کنی. ای کاش بودید روز عاشورا و میدیدید من چگونه برای فرزندم آب طلب میکنم و اونها به من آبی برای او ندادن. اینا از خود سید الشهدا این درخواست صادر شده. من یه نکته ای رو اینجا لازمه حتما تذکر بدم. بعضی میگن آقا بله شیعیانی که امام حسین را دعوت کردن، امام حسین را کشتن، اینها شیعه نبودن. عزیز من این حرف از بیخ و بن باطله. اون کسانی که سید الشهدا را به شهادت رسوندن کسانی بودن که در براءت جستن از دشمنان امام حسین، از دشمنان ابی عبدالله، از اون کسانی که در صدر اول بعد از شهادت پیغمبر اکرم دین را راهش رو منحرف کردن ضعیف بودن. امیرالمومنین رو میگفتن دوست داریم، بله، اما خب اون کسانی هم که حق امیرالمومنین رو غصب کردن اونا را هم باشون مشکلی نداشتن. شیعه قرص اهل بیت کیه؟ حبیب است. اونایی که با امام حسین کشته شدن خیلی هاشون از کوفه به امام حسین ملحق شدن. حبیب ابن مظاهر تو کوفه زندگی میکرد، زهیر تو کوفه زندگی میکرد. اینا کسانی بودن که همه چیزشون بود سید الشهدا، تمام وجودشون بود دشمنی با دشمنان سید الشهدا، منتها فرصت این که بتونن این دشمنیشون رو ابراز بکنن در ملأ عام پیدا نکرده بودن جز وقتی که با امام حسین همراه شدن. اما بین خودشون بود. لذا اولین مطلبی که راجع به این یدرک الله ترت کل مؤمنن من میخوام عرض بدارم خدمت شما دوستان و سروران خودم اینه که آقا مواظب باشید. دین ما، مذهب ما دو بال دارد. پرنده با یک بال پرواز نمیتونه بکنه. تولی تنها، ابراز ارادت تنها کافی نیست. تولی باید با تبری همراه باشه. این اولین مطلب. و اما مطلب بعد، یکی از کارهایی که ظلمهایی که در کربلا شد به اهل بیت خیلی باید بهش بها داده بشه اینه که خاندان امام حسین علیه السلام را اسیر کرد، اهل بیتشون رو به اسارت بردن. خدا رحمت بکنه مرحوم میرزای شیرازی بزرگ رو، ایشون تو یک مجلسی از جلساتی که برای امام حسین منعقد شده بوده شرکت داشت. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم جزء شاگردان میرزای بزرگ شیرازی، همونی که فتوای تنباکو رو صادر کرد اون موقعی که انگلیس ها امتیاز گرفته بودن، امتیاز تولید تنباکو رو برای خودشون گرفته بودن، داشتن به اقتصاد مملکت اسلامی ضربه می زدن.
ایشون اون فتوای مهم رو صادر کرد که از امروز به بعد استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان. و خیلی عظمت داره این بزرگوار. ایشون نشسته بوده، شیخ عبدالکریم حائری روزه میخواند، میگه که و دخلت زینب و بنت البنت و علی فی مجلس ابن زیاد، دختر امیر المؤمنین عقیلت العرب حضرت زینب را بردن در مجلس ابن زیاد. تا که این جمله رو میگه میرزای شیرازی میفرماید بس دیگه نخون، همین مصیبت اعظم المصائب است، مثل زینبی را اسیر کنن تو مجلس ابن زیاد ببرن، مصیبت از این بالاتر. اصلا یه بزرگی میفرمود مصیبت امام حسین علیه السلام از امروز شروعش، از امروز بعد از ظهر تازه شروع شده. چه گذشته این مدت، این به اسارت رفتن و این آزار و شکنجه های روحی و جسمی و تا کوفه و از کوفه تا شام، زبان از گفتن شرم داره و سختشه بگه. مگه کمه؟ حضرت زینب کیه؟ حضرت زینب سلام الله علیها کسی است که در 4 سالگی مادر رو از دست داده است. 4 یا 5 سالگی مادرش حضرت زهرا به شهادت رسیده، توی همین سنین کم از مادر حیا، عفاف، پاک دامنی، حجاب را درس گرفته. من امشب میخوام روی این موضوع تکیه بکنم، چون بعضی از عزیزان من دیشب یا پریشب اومدن گفتن آقا ما بعضیامون توی یک رستوران هایی کار میکنیم و مجبوریم اونجا، خلاصه به خاطر اینکه کار پیدا نمیشه اونجا کار بکنیم، اونجا مشروب سرو میشه. گفتم مواظب باشی و خودت هم مبتلا میشی. گفت متاسفانه بعضی وقتا خودم هم مجبور شدم، شیطان فریبم داده لب به این گیلاس بگذارم. گفتم فقط یه چیز بهت میگم، چیکار کنم رها کنم؟ گفتم یه چیز بهت میگم، حالا اینو به دیگرانم میخوام بگم، اونی که به او گفتم برای این جهت عرض میکنم. گفتم فقط بهت بگم کسی که عاشق ابی عبدالله است، از دشمن ابی عبدالله و از کار دشمن ابی عبدالله باید چیکار کنه؟ بیزاری بجویه. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس ما رو دوست داره دشمنه، ما باید دشمنی باش بکنه. بعد فرمودن دشمن ما شراب می نوشد، دوست ما از کار دشمن ما بیزاره. یک ذره و زیاد و کم و این مدل و اون مدل نداره. حضرت فرمودن اگر از یزید بیزاری باید از کار یزید هم بیزار باشی. بعد فرمودن وقتی سر مقدس جدم ابی عبدالله رو گذاشتن تو تشت طلا، آوردن جلوی یزید ملعون، داشت شطرنج بازی میکرد، تخته نرد گذاشت رو داشت بازی میکرد، هر بار که میبرد برای این که دل زینب کبرا را برنجاند و بسوزاند، تو جلسه او شرابش رو زهر خودش میکرد و باقی مانده و ته مانده گیلاس شرابش و ظرف شرابش و کنار تشتی که سر مقدس سید الشهدا بود میریخت. حضرت فرمودن هر کی دوست ماست از این کارا بیزاری باید بجویه. حالا میخوام بگم آی خانم، آی بانو، آی دختر خانم، آی کسی که تو دوست زینبی، نگاه کن ببین زینب چجور لباس میپوشیده، تو هم سعی کن خودتو شکل زینب کبرا کنی. خیلی ها میگن آقا ما سختمونه توی محیطی که همه سر برهنن محجبه باشیم، میرم سر کلاس همه سراشون برهنست، نمیتونم حجاب رعایت بکنم، سختمه، میرم سر کار
به هم متلک میگه، آزار روحی به هم میرسونه. خودتو بذار جای زینب کبرا، از مادر درس حجاب و عفت گرفت، بعد از مادر زیر تربیت خاص امیرالمؤمنین قرار گرفت. نوشتن یکی از اهل سنت نقل میکنه به نام یحیای مازنی، میگوید من 5 سال در کوفه همسایه خانه علی ابن ابی طالب بودم و خانه زینب او. در تمام این 5 سال صدای بلند زینب را من نشنیدم. هرگاه می دیدم او را با حجاب و عفاف کامل بود. یک این چنین بانویی رو که چادر دارد، لباس زیر چادر دارد، لباس بلند دارد، روسری بلندی که تا روی سینه می آید دارد، روبند دارد، و اصلا امیرالمؤمنین وقتی می خواستن ببرن دخترشون را به زیارت پیغمبر اکرم، تو روایت داره که حضرت می فرمودن شبها بریم که کمتر در مقابل دید نامحرمان قرار بگیریم، و دخترشون هم موافقت می کرد. اینجور نبود که حضرت بالاجبار این کارو بکنن، او هم با حضرت هم فکر بود، هم راه بود، هم هدف بود. شب بریم، شب می رفتن زودتر از این که برسن به مسجد پیغمبر، به حسنینشون می فرمودن برید عزیزانم چراغهای مسجد جدتون رو، اون مشعله هایی که بوده رو خاموش کنی. من دوست ندارم اندام دخترم رو کسی ببینه که این چاق، لاغر، بلندقد، کوتاه‌قد. بعدم اونجا تو حرم پیغمبر اینجور غیرت نسبت به زینبشون به خرج میدادن. خود زینب کبرا چگونه این امر الهی را رعایت میکرد که خدای متعال تو قرآن فرموده یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. پیغمبر ما به زنهات بگو، به دخترات بگو، به زنهای مؤمنین هم بگو که وقتی چادر سر میکنید این دو طرفش رو بیارید کنار هم دیگه، زیر چانه هاتون گردناشون پیدا بود، بیارید موهاتون رو کسی نبینه، زیبایی هاتون رو کسی نبینه، که خدای ناکرده خودتون مورد اذیت و آزار قرار نگیرید. دستور الهی رو رعایت میکرد زینب کبرا، و هر کسی که عاشق زینب باشه خودش رو شکل او در میاره، او ولیت اللهه. این چنین بانویی که در تمام مسیر راه حضرت محملی دارد، دور تا دورش پرده داره، توی اون محمل می نشینه، وقتی میخواد پیاده بشه از محمل حضرت زینب جوانها و صف می کشن، این میگه عمه جان دستتون رو من بدید پیاده بشید، اون یکی میگه عمه جان پاتون رو بگذارید رو شانه منو پیاده بشید. با این عظمت، با این جلالت حضرت زینب رو از شتر، از اون محملشون پیاده میکنن. این بانوی با عفت چه شد؟ چیکار کردن با حضرت؟ و امام زمان این مظلومیت رو انتقامش رو خواهد کشید. عزیز دلم فرمودن که چادراشون از سراشون برداشتن. من سختمه بگم، نمیدونم، چون میدونی یه کسی که با این وضعیت بزرگ شده، یا آقایی برای من تعریف میکرد، میگفت دختر من همیشه محجبه بود، همه جا بعض وقتا هم دوستاش متلکش میگفتن، اصلا گوشش بدهکار این حرفا نبود. بعد یه شب اومد به من گفت بابا، یه روز صبح اومد گفت بابا من دیشب یه خواب بدی دیدم. گفتم چه خوابی دیدی عزیزم؟ خیلی بده بابا، نمیتونم بگم، میترسم. گفتم چه خوابی دیدی؟ گفت خواب دیدم مانتو پوشیده بودم، مقنعه هم داشتم، همه بدنم پوشیده بود، اما چادر نداشتم. این بدترین خواب این دختر بچه بوده، دختر بچه 13-14 سال. کسی که اینجوری بار اومده، بزرگترین عذاب و شکنجه براش اینه که
چادر از سرش بکشن. اما اینجور نبود که اگر چادر از سر تا بعضی، نه همه، بعضی از بانوان میکشیدن، منظوری نبود که موهای اونها نمایان میشد. نه، بزرگترین شکنجه براشون همین بود که روبنده رو از روهاشون بکشن. تو مقتل دارن وقتی بردنشون کوفه دستور دادن اینا سوار شتری بشن که پرده، محملی بشن که پرده نداشته باشه، محملهای بدون پرده یا شترهای بی اماری بهش میگفتن. حضرت زینب به تمام به دختر بچه ها گفت عزیزان من، میدونم چه وضعی دارید، میدونم چه فکری میکنید، بهترین راه اینه اگه میخواید صورتاتون نمایان نشه، روبنده هاتون رو کندن، آستیناتون رو بگیرید جلو صورتاتون، چون این بی حیا ها میخوان ببینن زن و بچه و دختر امام حسین و خانواده او چه شکلی هست، چه جوری هست. خیلی سخته، خیلی سخته گفتنش برا من سخته. مثل امروز عصری وقتی خیمه ها رو آتش زدن، حضرت زینب آمدن پیش آقا زین العابدین که توی خیمه ای بودن، گفتن پسر برادرم چه کنیم؟ امام سجاد فرمودن علیکن بالفرار، عمه جان خودتون به بقیه هم بگید همه فرار کنن. همه شروع کردن فرار کردن. کجا فرار کنن؟ به دشت، به کوه، به تپه ها. همه رو حضرت زینب فرمودن فرار کنین. بعضیا فرار میکردن، یکی دنبالش میرفت چادرش از سرش میکشید، یکی رو میرفتن خلخال از پاش میکشیدن، یکی رو میرفتن گوشواره از گوشش میکشیدن. حضرت زینب هنوز خودشون فرار نکردن. گفت که راوی گفت دیدم یه خیمه ای داره آتش میگیره، یه بانوی هی میره تو خیمه، میاد بیرون، میره میاد، میره بیرون، میاد داخل، هی دستاشو به هم میماله. گفتم خدایا این چرا این کار رو میکنه؟ چرا این خودشو نجات نمیده؟ اومدم جلو گفتم ای بانو الان چادرت آتش میگیره، چرا خودتو نجات نمیدی؟ گفت ای مرد، من در این خیمه بیمار دارم، از آن ترسم که آتش شعله گیرد میان خیمه بیمارم بمیره. میگه کمک کردم آتش اون خیمه رو، حالا بعضی هاشون هم اینجور بودن، خاموش کردم. به اون بانو گفتم برو، رفت، فرار کرد، رفت. خیلی وضعیت بدی بود، خیلی از بچه ها سیلی خوردن، خیلی هاشون با پشت نیزه ها به سراشون میزدن رو زمین میافتادن، خیلی هاشون از ترس از هوش میرفتن. یکی از دختر بچه ها وقتی به هوش آمده میگه به هوش آمدم دیدم سرم در دامان عمه جانم زینبه. عمه جانم گریه میکنه میگه عزیزم گوشت درد میکنه، گوشوار رو از گوشش کشید. صدا زد عمه جان، عمه جان گوشم را گر، عمه جان آیا محجری هست من سر کنم؟ بزرگترین مصیبت براشون اینه در معرض دید نامحرمان قرار بگیرم. ای خدا همه دختران ما، همه عزیزان ما رو عفت و پاک دامنی زینبی بهشون بده. یا بقیت الله دیگه میخوام روزه برات بخوانم آقا جان. چه گذشت به ام جانتون امروز و امشب؟ خیمه ها میسوزد و شب شب تاره
سراز کربلا ماتم سراز. بی بی زینب سلام الله علیها دیگه حالا بزرگ این کاروانن، خیمه ها که آتش گرفت همه حمله کردن، هرچه بود تو خیمه ها به تاراج بردن. یا بقیت الله، بعدش بی بی دیدن دیگه باید بچه ها رو جمع کنن، نزدیک مغرب و حوالی شب شده، بی بی شروع کرد یک به یک هر گوشه یه بچه ای فرار کرده، او رو جمع کرد و بی بی آورد. یه وقت شمرد دید دو تا کمل از این آزاده های کوچه، باز دوباره با خواهر شروع کرد بگشتن، دید دو تا آزاده دست در گردن هم زیر یه بوته خاری، از ترس جون دادن. تسلیت بهشون بگن، با چی اومدن؟ آه، هر کسی بیاد یه زنجیر دست جه، وای یه قلب دستش. امام سجاد علیه السلام فرمودن زنجیر به دستان ما، زنجیر به پاهای ما بستن و همه ما رو به یک تناب بسته بودن. اگر یکی سریع تر میره بقیه آزار میدیدن، اگه یکی زمیر میخواد همه با او زمیر میخواد، اگر یه نفر صدا به گریه بلر میکرد کبله یو تازیانه بود که بر سر و رویش بیامد. یا بقیت الله، ای منتقم زودتر ظهور کن، انتقام داغی که بر دل عم جانت گذاشتن رو بگیر. آقای سجاد علیه السلام مریض کربلای، هنوز این بدن تب داره، وای وای. خیلی از اتفاقات کربلا را به ظاهر با چشم سر ندیدم، همین روزه من باشه نمیدونم، میخواستم روزه دیگری بخونم اما این به دلم الهام شده، شاید حضرت ولی از خودشون میخوان این روزه رو بشنون. هرچه میخوام برم من رو یه الهامگر غیبی میکشه سمت این روزه، ببخشید مرا. انشاءالله سادات مجلس مرا حلال کنه با این
از اتاق دل شنیدی. اما جزئیاتشو میخوام بگم. سالها بعد زین العابدین دیدن یه نفر پرده خانه کعبه رو گرفته، هی میگه خدا منو ببخش، میدونم نمیبخشی. حضرت جلو اومدن فرمودن ای مرد چی داری میگی؟ گفت ببین دست و پای من به چه وضعیه، به چه مرضی مبتلا شدم. فرمودن خدا ارحم الراحمینه. گفت بله اما من گناهم خیلی بزرگه. فرمودن مگه چی کار کردی؟ گفت من یکی از اون ده نفری بودم که بر بدن پدرت دست دارم. یا بقیتم یا تا که این جمله رو گفت صدای گریه یا بلند شد. فرمودن بگو چه کردی؟ دلم آتش زدی. گفت ما ده نفر بودیم داوطلب شدیم. گفتن جایزه خوبی به شما میدهد یزید، چه کردید؟ گفت رفتیم اسهامون و نعل تازه زدیم. برای این روزه باید نعره بکشی، داد بزنی. امام صادق علیه السلام فرمودن خدا رحمت می کند اون دلی را که بسوزه برای ما و اون زبانی را که داد بکشه برای ما و گریه کنه. اسبمون و نعل تازه زدیم، اسب تازه نفس، بدنها رو کنار هم چیدن. وای به دستور ابن سعد یک بار از روی سیر